یادمه که بارها لاجوردی معلوم وقتی که جمع زندانیان رو توی حسینیه اویل جمع کرد یا توی بندا می اومد، صریح و تیز به ما میگفتش که از نظر ما حکم همه شما محاربه، یعنی اعدامه. بازجو زندان کمیته فردی بود به نام محمد توانا که اونجا به نام 34 معروف بود. محمد توانا همون موقع، یعنی توی پاییز سال 66، به اسفر و مسعود گفته بود که بعد از بازجویی که کرده بود، گفته بود برید به بندها، یعنی بندهای اعتصابی، بگید که ما به زودی میایم اوین، همه تون رو تعیین تکلیف میکنیم. هیئت مرگ از روز 6 مرداد وارد اوین شد، یک روز در میون، یک روز توی اوین، یک روز توی گوهردشت رسیدگی میکنن. بچه ها رو در دسته های 40 نفره، 50 نفره و بعضا هم بیشتر میبردن روزانه و این هیئت باشون برخورد میکرد و همونجا در دادگاه های یکی دو دقیقه حکمشون صادر میکرد. در روز 7 مرداد بودش که دیدم از بند یک متعلق بند یک آسایشگاه منظوره من متعلق به خواهران بود، دیدم که حدود 70-80 تا از خواهران رو از این بند آوردن، بعد آوردن انفرادی. جعفر سمسارزاده که کف دوتا پاش بر اثر ریختن گوش پوست گذاری شده بود، بعد ایرج محمدی پشتش در اثر شکنجه در واقع قلوه کم بود تمام سطح پشتش. اینا کسایی بودن که زودتر از بقیه اینا رو بردن برای اعدام. یعنی حتی از محمد فرجا سوالم نمیکنه اتهام چی بوده، همین که مسئول بند مجاهدین بودی، یعنی نماینده برخورده مجاهدین بودی، محمد رو میبرن. همونطور که اون روزی که یک شاهدی دید که کامیونی که پر از جنازه بود از اوین خارج میشد و باد اون روکش رو برداشته بود و تونستن ردش رو دنبال کنن و محل خاوران رو کشف کنن، یک شهروندی بود که توی مسیده. پس ببین تک به تک ملت ما، تک به تک کسانی که ذره گوشه از این جنایت عظیم رو شاهد بودن، سند اینا همش سنده، حتی یک شنیده، حتی یک دیده.